امکانات ما لحشما کلیده ها بحثت مسئله معرفت الله بود نشد معرفت کنه ذات ممکن نیست دلیل برای این جهت در عبارت سه دلیل ذکر شده دلیل اول ان الله تبارک و تعالی وجود صرف وجود صرف یعنی اون وجودی که حیثیت تقییدی و تعلیلی نداره یعنی برای او حدی نیست نه حدی از طرف پایین داره نه حدی از طرف بالا نمیش میگن وجود مطلق این وجود مطلق چون حد نداره ظفر به او ممکن نیست چرا؟ چون انسانی که میخواد ظفر پیدا کنه مقیده مقید نمیتونه به مطلق ظفر پیدا کنه انسان محاطه نمیتونه به محیط ظفر پیدا کنه پس بنابراین او چون مطلقه ما مقید مقید نمیتونه عرفان به مطلق پیدا کنه باز از این جهت ممتنع است درک مطلق خب اگر بگی آقا مطلق و مقیدش میکنی یا مقید و مطلق میکنی این هم نمیشه مطلق چیزی که به ذاتهی مطلق است به ذاتهی مطلق است من الازله الالعبر قابل از برای تغییر نیست که بگیم آقا این مطلق برمیگرده به مقید وقتی مقید شد ما درکش میکنیم یا بگوید نه خیر مقید رو بدل میکنیم به مطلق مقید رو میکنیمش مطلق این هم نمیشه ممکن واجب نمیشه واجب هم ممکن نمیشه این دوتا هر دو مستحیله پس اونی که مطلقه همیشه مطلقه اونی که مقیده همیشه مقیده مقید مطلق نمیشه مطلقا مقید نمیشه پس بنابراین چون امکان تغییر در مطلق و مقید نیست پس امتناع ادراک است وقتی ذات مطلقه انسان هم مقیده این مقید چطور میتواند مطلق رو درک کنه؟ ممکن نیست و نمیشود که مطلق و مقیدش کرد اینم ممکن نیست و نمیشه مقید و ممکن کرد یعنی مطلق اینم ممکن نیست پس بنابراین تمام راه های ادراک مطلق بسته میشه ممکن نیست ادراک ذات باری تعالی و از مسلمات است که انسانی که میخواد درک کند یه چیزی رو باید درک کند که محدود بوده باشد عقلی باشد باید محدود باشه وهمی باشه باید محدود باشه خیالی باشه باید محدود باشه حسی باشه باید محدود هر چیزی که محدوده میشه درکش کرد حالا محدود عقلی باشه بسیار خوب محدود وهمی باشه بسیار خوب محدود خیالی باشه بسیار خوب محدود حسی باشه بسیار بالاخره باید محدود باشه اما از محدود که خارج شد دیگه از درک ما خارجه فرض این است که ذات باری تعالی از حد خارجه از حد خارجه این از حس خارجه از وهم خارجه از خیال خارجه از عقل خارجه از تمام مراتب وجود خارجه یعنی مطلقه مطلق معنیش هم میگفتیم هیچ حیثیت تغییری نداره هیچ حیثیت تعلیلی هم نداره لم یلد و لم یولد لم یلد یعنی حیثیت تغییری و تعلیلی نداره معناش اینه لم یولد معناش اینه که معناش حیثیت تغییری و تعلیلی نداره حالا یه همچین موجودی رو نمیشه ادراکش کرد کی میتونه ادراک کنه اونی که مطلق باشه مطلق کی خودشه خودش میتونه خودش رو ادراک کنه غیر خودش دیگه نمیتونه کسی او رو ادراک کنه حتی مقام مشیت مقام مشیت با اینکه تمام مراتب قیود رو همه رو پشت سر انداخته ولی یه دونه قید داره که قید چی ربطی داره قید حیثیت تعلیلی داره این تعلیل نمیتونه ادراک کنه اونی که قید حیثیت تعلیلی نداره پس ما عرفناک حق معرفت ما عبدناک حق عبودیت ما هم که مرتبه مشیت هست نمیتونیم کنه ذات درک کنیم چرا؟ چون ما محدود هستیم به حد حیثیت تعلیلی او حیثیت تعلیلی هم نداره ذاتی که حیثیت تغییری و تعلیلی نداره نمیشه مدرک قرار بگیره برای ذاتی که حیثیت تعلیلی داره نمیشه برای ذاتی که حیثیت تغییری داره نمیشه برای هیچ مرتبه از مراتب وجود نمیشه فقط برای خودش میشه شهد الله انه لا اله الا هو خودش میتونه شاهد خودش باشه خودش میتونه مدرک خودش باشه
شهد الله انه لا، خودش شاهد خودش است، خودش کنه ذات خودش رو درک میکنه. اما بقیه چی؟ بقیه درک میکنن که او هست، همین کنهش چیشیه نمیدونی. پس بنابراین اونی که ممکن نیست درک کنه ذات است، اونی که ممکن است درک اصل وجود است. ما درک میکنیم که وجود دارد، به چه دلیل؟ به دلیل برهان، برهان امکان، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان صدیقین. به این براهین، به یکی از این براهین اثبات میکنی که واجب الوجود هست، اما حقیقته ماهو اونه نمیدونیم. هستیشو میدونیم، حقیقت و کنهشو نمیدونیم. اول الدین معرفته، اول دین شناسایی او که او هست. به چه دلیل؟ به دلیل برهان امکان، به دلیل حادث حدوث، به دلیل حرکت. به یکی از ادله اثبات میکنه واجب الوجود هست، اما کنه این واجب الوجود چیه نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون او مطلق است ما مقید، چون او بی قید است ما با قید، چون او لایتناهی است ما متناهی، چون او لا محدود است ما محدود، چون او قیوم است ما متقبل. نمیدونیم. این دلیل اول. دلیل اول برای اینکه کنه ذات معروف احدی نیست جز ذات اینه. دلیل دوم اقامه شده برای این مطلب. دلیل دوم اینست که الفاظ مرکبه و لفظ مرکب بابش محدوده و چون محدوده نمیتونه این مرکب نشون بده نامحدود رو. کل لفظن محدودن و مرکب، کل محدودن و مرکب، لا یختزی الا المحدود المرکب. نمیشه یه چیزی که محدوده مافوق محدود نشون بده، نمیتونه، نداره، اقتضا نداره. محدوده به حدی که عبارت از صد است، هزار است، صد هزار است، نمیتونه لایتناها رو نشون بده. کل لفظن مقیدون، کل لفظن مرکبون و کل مرکبن و کل لفظن مرکبن و مقیدن محدودون. این محدود نمیتونه لایتناها رو نشون بده. پس ممکن نیست ما از طریق الفاظ درک نامحدود بکنیم. خیلی حدت کنه درک محدود میکنیم. ما از طریق الفاظ یا معقولات رو درک میکنیم، یا موهومات رو درک میکنیم، یا خیالات رو درک میکنیم، یا حسیات رو درک میکنیم. از مافوق اینا دیگه نمیتونیم ما درک کنیم. مافوق حسیات، مافوق خیالیات، مافوق وهمیات، مافوق عقلیات نمیتونیم درک کنیم. چون الفاظی که ما داریم، الفاظ محدوده، یا حد عقلی داره، یا حد وهمی داره، یا حد خیالی داره، یا حد حسی داره. این الفاظی که محدود به این حدود هست نمیتونه زائد بر خودشو نشون بده، نمیتونه ارائه بده زائد بر خودشو، نمیتونه دلالت کنه بر زائد بر خودش. پس از طریق الفاظ نمیشه درک لایتناها کرد. این هم دلیل دوم. دلیل سوم که اقامه کردن اینه، میگوین که این علم عبارت از نسبته. علم بشه یعنی نسبتون الاشه و نسبت و شه غیر و ذات شه. خب این دلیل که دلیل سوم هست به نظر ما همون سقرای اولش مخدوشه، یعنی کلام اولش مخدوشه که ان العلم نسبتون، حالا چه نسبت به خلق چه نسبت به خالق فرق نمی کنه. ان العلم نسبتون الالخالق یا نسبتون الالخالق فرق نمی کنه. باب علم میگن باب النسبت، این غلط است. باب العلم باب تجرده. العلم هو الامر المجرد، نه انه نسبتون، نسبتون الالذات، ده امر مجرد. این مجرد وقت دو قسمه، یا مجردی است که عین ذاته، یا مجردی است که حاصل در ذاته، یکی از این دوتا. یا علم حضوریه یا علم ارتسامیه. ان العلم امر مجرد، اما حضوری و اما ارتسامی. حضوری نیست که عین ذاتی، مثل علم شما به خودتون. علم شما به خودتون عبارت از نفس ذات خودتون
ذات خودتون عین حضور است برای خودتون. امر مجرد که انسان حقیقتش امر مجرد، عین حضور است برای خودش. اینو میگیم علم، علم حضوری. علم ارتسامی است که ما علم پیدا میکنید به درخت، صورتی از درخت در ذهن شما تحقق پیدا میکنید. اینم علمه، اینم امر مجرده، ولی علم ارتسامی که زائد بر ذاته، غیر ذاته. امرون زائدون علی ذات صورتیست از شیء خارجی، صورتون من از شیء خارجی فی ذهن، که حاضر است برای نفس، حاضر است اندن نفس، ولی عین النفس نیست، زائدون علی النفس. ساعت قبل از اینکه شما تصور بکنید این صورت شجریه نبود در ذهن شما، صورت بعد، آن بعد، ساعت بعد در ذهن شما محقق میشه. به خلاف علم خودتون بخواید، علم خودتون بخواید، همیشه عین ذاتتونه. علم شما به شما امری نیست که زائد بر ذات باشه. یه ساعتی شما ندونید خودتون، ساعت دیگه یه ساعتی جاهل به خودتون باشه، یه ساعتی عالم بشید به خودتون. همیشه شما عالم بخواید، همیشه میگید من، همیشه منو میبینید، علم حضوریه. اما علمتون به اشیاء، به سایر اشیاء که خارج از خودتون هست، علمش ارتسامی، یعنی یه صورتی از اون اشیاء در ذهن نازل میشه. این علم، هر دو اینا علم، هر دو هم مجرده، منتها یک مجرد عین ذاته، یه مجرد زائد بر ذاته. ان العلم چی؟ گفتن نسبتون، میگه نخه، ان العلم امر مجرد، اما عین ذات و اما زائدون علی الذات. نه امران نسبیون، علم نسبت نیست، علم حقیقت وجودیه مجرد است، یا عین ذات است یا زائد بر ذات. اما علایه حال این امر مجرده، یا صورتی از ذهن در ذهن حاصل میشه از شیء، امر مجرده، یا خود حضور نفس است برای خود نفس، این هم امر مجرده. چه علم حضوری باشه چه علم ارتسامی بوده باشد، هر دوش امر مجرد. این امر مجرد تارتن یتعلق به یک مقید، اخرى یتعلق به المطلق. اگر شما مقید بوده باشید، حضور خودتون برای خود علم مقید. انسان هست، انسان حاضر از خودش برای خودش، انسان حاضر هست، دیگه حیوان حاضر نیست، دیگه نبات حاضر نیست، دیگه جماد حاضر نیست، دیگه آسمان حاضر نیست، اینا حاضر، خود انسان حاضر است برای خودش. علم حضوری اینه که خودش برای خودش عین حضور است. خودش چیه؟ انسان، خودش حاضر است برای خودش، خودش ملک، خودش حاضر است برای خودش، خودش عبارت است از فوق ملک، فوق ملک حاضر است، خودش عبارت است واجب الوجود، خودش عین حضور است برای خودش. هر موجود مجردی عین حضور است برای خودش. حالا این مجرد، مجرد انسانی باشه این حضور است برای خودش، مجرد ملکی بوده باشد این حضور است برای خودش، مجرد فوق انسان و ملک بوده باشد حاضر است برای خودش. هر موجود مجردی حاضر است برای خودش. خب حالا میام سر مجردات. مجرد ناسوتی داریم، مجرد برزخی داریم، مجرد مثالی داریم، مجرد ملکوتی داریم، مجرد جبروتی داریم، مجرد مشیتی داریم، مجرد اللهی داریم. تمام این مراتب همه عین حضور است، هر کدوم برای خودش. مجرد ناسوتی برای خودش عین حضور است، مجرد مثالی برای خود عالم مثال عین حضور است، مجرد مثالی برای مثال عین حضور است، مجرد جبروتی برای جبروت، مجرد ملکوتی برای مجرد مشیتی، مجرد اله برای خود اله. هر مرتبه از مراتب وجود خودش عین حضور است برای خودش. خب حالا اگر یک موجودی که حاضر از خودش برای خودش مقیده، یعنی محدوده، یه موجودی که حاضر است برای خودش نامحدوده، این محدود نمیتونه اون نامحدود رو درک کنه. مثلا علم ما به خودمون که عین خود ذاتمونه، این آیا همون معناش معرفت به کنه خودمونه؟ بله بله، هم به مجرد دیگه، یعنی ما فهمیدیم که ماده نیستیم. ما وقتی علم حضوری به خودمون داریم، یعنی ما ماده نیستیم، ما عنصر نیستیم، ما جسم نیستیم، ما حیولا نیستیم، ما صورت، چون اینا هیچ کدوم علم ندارن. من که میگم من، تا ما گفتم من، یعنی من جسم نیستم، پس من طبیعت نیستم. یکی از راههایی که انسان تشخیص میده که انسان امر مجرده همینه. ملاک درک این که انسان مجرده است، این است که خودش حاضر است برای خودش، پس ماده نیست، چون ماده حضور نداره، ت
طبیعت حضور نداره، جسم حضور نداره، هیولا حضور نداره، صورت حضور نداره، عرض حضور نداره. حضور ما کنه این که حالا اون من چیه که نمیفهمیم که چرا امر مجرد دیگه امر مجرد چیستی که نمیفهمیم اون چیستی امر مجرد غیر از امر مجرد چیز دیگه منطقه مجرد محدود به انسانه بعد شما مجرد ما فوق انسان رو نمیفهمید اما مجرد خودتون این حضور خودتونه یه چیزی برای خودتون این حضور دیگه نمیفهمید چیزی رو نمیفهمید سر خودتون رو کلاه میذارید کنهش رو برای همون تجرد شما غیر تجرد هیچ منتها تجرد در درجه هست که اسمش انسانه تجرد صد درجه هست که اسمش انسانه ما موجودات دیگر هم مثل خدا کنهشون رو نمیتونی معرفت پیدا کنیم موجودات دیگه گفتیم اگر شما مثالی هستید نیست. اگر شما مثالی هستید جبروت نمیتونید بفهمید مگه اینکه جبروتی باشید مادون خودمون رو میفهمید مادون خودتون رو میتونید بفهمید تازه با علم ارتسامی اما خودتون رو با علم حضوری میفهمید اون باید دقت کنید ما علم بون به خودمون علم حضوریه یعنی خودمون برای خودمون عین حضوری خودمون غیر امر تجرد چیز دیگه نیست منتها تجرد انسانی هستیم ما تجرد انسانی برای خود انسان عین حضوره وقت تجرد انسانی یعنی چی؟ یعنی من ماده نیستم من طبیعت نیستم من جسم نیستم من عرض نیستم من سفیدی نیستم من سیاهی نیستم میدونم تمام این چیزایی که مال عالم ناسوته من نیستم من یه امر مجرد هستم منتها مجرد چی؟ انسانی مجرد انسانی نه مجرد مافوق انسان من ملک کنم با درک خودم ملک رو نمیفهمم من درک خودم رو میفهمم درک خودم این ملک رو بخواهم باید ملک باید بشم باید برم بالا باید برم مثالی بشم باید برم جبروتی بشم باید برم ملکوتی بشم تا اونا رو بفهمم اما اگر نه من خودم هستم یعنی هنوز به برزخ هم نرفتم تا چرا به مثال برم تا چرا به ملکوت برم تا چرا به جبروت برم نه من خودم رو عین حضور خودم برای خودم حضور خودم برای خودم غیر از همون امر مجرد چیزی نیست یسالونه که عن الروح قل الروح من امر رب امر مجرد امر رب منتها امر رب که مجرد است مراتب داره یه مرتبهش انسان است که الان من خودم عین حضور است برای خودم یه مرتبهش هم مراتب دیگه است که بر من حضور نداره خبر ندارم موجود ملکوتی آج آقا عالم ناسود واسهش عین حضوره موجود ملکوتی بعده اونی که در ملکوت هست تمام نظام مادون عین حضوره چون علت تمام مراتب معلول براش عین حضوره مشیت برای مشیت تمام مراتب وجود عین حضوره اون زمینه گفتیم شما الان در محضر مشیتی در محضر بقیت الله هست پس این که شما میفرمایید الان من اگر رشد بکنم وارد ملکوت بشم بعد اون موقع عالم برای من عین حضور میشه بله عالم میشه عین چون شما منشأ از برای عالم هست مبدأ از برای عالم این معناش این هستش که از اون موقع که وجود ملکوتی پیدا میکنم این وجود ملکوتیم عین حضوره برای عین حضور عالم تمام مادون عین حضوره یعنی آن وجودش چون علت میشه علت. اینقدر بالا رفته که علت شده از برای مادون خودش چون علت شده از برای مادون خودش معلولش عین حضور است برای او عین حضور است بی‌غایب از اون نیست منتها ما حالا توی همون عالم ماده گیر کردیم گفت هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز در خمه یک کوچه ایم ما همون تو کوچه طبیعت هستیم صبح تو کوچه طبیعتیم شب تو کوچه طبیعتیم شب میخوابیم تو کوچه طبیعتیم صبح همیشیم تو کوچه طبیعتیم خیلی حدت کنه همینه ما خودمون برای خودمون عین حضوریم همین این میشه امر مجرد پس بنابراین این نسبتون غلط شد گفت العلم و نسبتون حرف اول در برهان سوم العلم و نسبتون فهو باطل العلم و مجرد ثم المجرد اما حضوریون و اما ارتسامیون حضوری کجاست؟ علم مجرد به خودش ارتسامی کجاست؟ علم مجرد به غیر خودش به غیر خود صورتی از شجر در ذهن شما صورتی از پدر در ذهن شما صورتی از فلان مطلب در ذهن شما این علم ارتسامی است این عین شما نیست علم حضوری عین شخص است همیشه با شخص است و عین وجود شخص است اما ارتسامی زائده بر او ساعت قبل این ارتسامی نبود حالا پیدا شد ساعت قبل خبر نداشتم از زید حالا خبر پیدا کردم مال مجرد ناسوتیه یعنی دیگه بحثه
مجرد ناسوتی بلکن. این مجرد ناسوتی گفت علم، گفت نسبت، گفتیم نه. خب دو قسمش کردیم اینجا فوری. تا گفتیم نه میگه چی چیه پس؟ میگیم امرون مجرد، اما حضوریان و اما التصامیان، اما حضوریان و اما حصولیان، یا عین ذات این مجرده یا زائد بر ذات مجرده. اگه زائد شد ارتسامیست حصولیست، اگه عین شد حضوریه. پس بنابراین علم ما به خودمون حضوریه، اما علممون به اشاعریه چطوره؟ ارتسامیست. خب حالا به اینجا که رسیدیم، علم ما به خودمون عین وجود خودمونه. در هر مرتبه از تجرد که بالا میریم، علم هر مجردی به خودش عین حضور خودشه، علم خدا به خودش عین ذات خودشه. اما علم مادون خدا به خدا چطور؟ همینجا پس اینجا از مشیت گرفته تا ناسوت، از ناسوت تا مشیت، علم اینها به خدا چطور؟ میگیم حضوری نمیتونه باشه. چرا؟ اینا همه محدودن و نامحدوده. پس مشیت نمیتونه کنه ذات درک کنه، جبروت نمیتونه کنه ذات درک کنه، ملکوت نمیتونه کنه ذات درک کنه، مثال نمیتونه کنه ذات درک کنه، برزخ نمیتونه کنه، انسان ناسوتی هم نمیتونه کنه ذات درک کنه. چی چی رو پس میتونه درک کنه؟ حد وجودی و تا حد وجود، حد عقلی میتونه معقولات رو درک کنه، حد وهمیش میتونه موهومات رو درک کنه، حد خیالیش میتونه صور رو درک کنه، حد بنتاسیهش میتونه حسیات رو درک کنه. اینطوری از اینا بالاتر نمیتونه. چرا؟ چون نداره. اونی که داره درش میکنه، اونی که نداره نمیتونه درک. حالا تمام مراتب هستی غیر ذات باری تعالی همه یه نقیصه‌ای دارن، حتی مشیت نقیصه تقوم داره، بسته است، نمیتونه اونی که بسته نیست در. العلم چی شد؟ مجرد. امرون مجرد. المجرد چی شد؟ قسمان، حضوریون و حصولیون. حضوری اینست که عین ذاته، عین ذات اون موجوده، عین وجود اون موجوده، مثل علم ما به خودمون. علم انسان به خودش عین وجود خودش، علم به انسان به خودش ها، علم انسان به خودش که میگه من، میگه من رفتم، من دیر آمدم، میخوام من دیر آمدم، من صحیح است شما میگه من، اما من این کدوم من؟ این علم من چه علمیه؟ علم حضوریه. اما دیر آمدن چطور؟ علم حصولیه. آمدن چطور؟ علم حصولیه. من خوردم، من علم حضوریه. خوردن، خوردن رو باید بفهمه، درک میکنه خوردن رو، بعد میگه این خوردن اضافه من داره. دو تا چیز درک میکنه، اصل خوردن و اضافه خوردن به خود. این دو تا ارتسامیه، این نسبت، این ارتسامیه، نسبت نه، امر مجرد ارتسامی است، یعنی حاصل در من آه. پیدا میشه در من. اما علم خود من به من از اولی است که روح انشاء میشه. آ روح انشاء شد در بدن بچه، دست به شکم مادر میذاری خودش رو جمع میکنه، میگه چی؟ میگه من عالمم به خودم، من عاشقم به خودم، من دفاع میکنم از وجود خودم، دست گذاشتی به من، میرم عقب. همون آن اول میگه، آنی که انشاء روح میشه میگه ها، نه آن بعد. مدرسه نمیره درس بخونه، مدرسه این نیست، علم حضوری مدرسه این نیست، عین وجوده، عین وجود امر مجرده. یعلم ذاته به نفس وجود ذاته، به نفس وجود ذاته. شاهدش هم همون دست به شکم مادر میداری خودش جمع میکنه، میگه یعنی من عالمم به خودم، عالمم به فشار شما، عاشقم به خودم، عشق من اجازه نمیده که خودم دفاع کنم از خودم، خودم عقب میکشم. چند تا چیز به شما میگه، هم علمشو میگه هم عشق. عشق خودتونم به خودتون این نگاهتون، تو عاشق خودت هست منطقه خبر نداری، ای عاشق از خودت خبر داری، ای عاشق، عاشق خودت، هم علمت به خودت این نگاهتت، هم عشقت به خودت این نگاهتت. از اون آن اولی که روح انشاء میشه، امر مجرد مرزی نه، امر مجرد حضوری دو تا چیز در ما، یکی علممون به خودمون، یکی عشقمون به خودمون. تحصیلی نیست، بریم تحصیل کنیم که ما عاشق خودمون هستیم، یا نیست، تحصیلی نیست.
عشق هم بعد از اون حرف مجرده. امر مجرد. همونیست که بگیم آقا جون تا علم نباشه عشق نیست. چون آقا میگه آقا عشق تکوینی که نمیفهمی چیکارش کنیم، نمیفهمی. عشق تکوینی نداریم. عشق منوط به ادراک. اگه زیبا درک نکنی عاشق نمیشی. اگه یه چیزی رو زشت درک کنی یا فرار میکنی ازش. گفر رومه. اون یه چیزی رو زیبا درک کنی. انسان زیبا عاشق میشه. ملک زیبا عاشق میشه. خدای زیبا عاشق میشه. خب از بحث دور خارج نشید. پس علم عبارت از چی است؟ امر مجرد. اما حضوری جان و اما اقتصامی جان. حضوری چیه؟ علم هر مجردی به خودش. حالا مجرد مراتب داره. هر مجردی علمش به خودش علم حضوریه. از این مجرد ناسوتی حساب بکنید برید تا بالا تا ذات باری تعالی. ذات باری تعالی هم علم حضوری داره به خودش. حالا ما میخوایم این انسان ناسوتی علم پیدا بکند به کنه ذات الله. نمیشه. چرا؟ چرا نمیشه؟ چون این محدوده. این انسان علمش به خودش محدوده. یه موجود محدودی و در این حال که مجرده. او چطوره؟ او نامحدوده. این مجرد و اون مجرد و مجردن. منتها یکی محدود، یکی نامحدود. این محدود نمیتونه ظفر به نامحدود بده کنه. پس نمیشه. اما محدود به خودش چطور؟ این ذات خودشه. پس هو یعلم و ذاته چون این ذاتشه. به غیر بخواد علم پیدا کنه باید اون غیر از حد خارج نشده باشه. اگر از حد خارج شده نمیشه. بله اگر حد از حد خارج نشده میشه مثالیه. میشه من زحمت بکشم مثالی بشم. ملکوتیه میشه زحمت بکشم ملکوتی بشم. میشه جبروتی من جبروتی بشم. میشه مشیحت تا مشیحتی. اما از مشیتی دیگه نمیتونم بالا برم. چون نمیتونم بالا برم کنه ذات که واجب الوجود به ذاته که هیچ قید نداره نمیتونم برم. پس ممکن نیست درک کنه ذات. پس العلم این حرف اولی که دادن که العلم نسبتون باطل شد. در این حال که باطل شد برهان صحیحه. العلم تجردون و تجردو اما حضوریون و اما حصولیون. و الحضوری عین المجرد هستش. در هر مرتبه از مراتب عین مجرده. حالا اگر ما مجردهامون مراتب داره، یه مرتبهش متناهیه یه مرتبهش لایتناه. این مجرد متناهی نمیتونه ظفر به لایتناه پیدا کنه. هازا هو استحالت و علم مجرد محدود به نامحدود که ذات باری تعالی باشه نمیشه. اما در این حال که نمیشه بکن علم پیدا کرد به اصل وجود چطور میگیم هست؟ بله برهان میگه دلیل حدوث میگوید به اینکه محدثی در عالم هست، واجب الوجودی هست. دلیل حرکت میگه محرکی در عالم هست. دلیل امکان میگه واجبی در عالم هست. اما کنه چیه نمیدونم، اما هست. اول دین معرفتو، اول دین شناسایی اون واجب الوجود. واجب الوجود هست. همین عرفان واجب الوجود یعنی شناسایی واجب الوجود. خب نسبت به صفات چه میگم؟ صفات هم همینطور مثل ذات میمونه. صفات لایتناهات. من ظفر به لایتناها نمیتونم بزنم. به ظفر به صفات خدا نمیشه. اما میشه فهمید که خدا عالمون، خدا قادرون، خدا سمیعون، خدا بصیرون، خدا متکلمون. بله اینا هست. کنهش چیه نمیدونم. این کنهش هم این ذاته. این صفات این ذاته. مثل خود ذات میمونه. کنه ذات نمیشد معرفتش. صفاتم که علم هستش و قدرت هستم و بصر ذات آخر هست نمیشه علم بکنش بریزد. اما میشه فهمید ذات هست، صفاتم هست، صفاتم این ذات هست. اما کن هیچ چیه نمیدونم. در این زمینه علی هر ستا رو بیان کرده. اول دین معرفت و بعد از معرفت به اصل وجود، معرفت به صفات، بعد از معرفت صفات وحدت صفات بازار. اینا بی حرسه میشه. حرسه رو با برهان میشه درست کرد. اما کنهش چیه نمیدونی. حواستون باید جمع کنی. کنهش نمیشه اما اصل وجودش میشه. نگو کنهش نمیدونم پس بنابراین خدا نیست. لا تفکر و فی ذات الله فتکر.
در ذات تفکر نکن کافر میشی، چون ذاتو نمیفهمی پس میگی نیست. نه، ذات هست به برهان، کنهشو نمیدونم به برهان، کنهشو نمیدونم به برهان، اما ذات هست به برهان. حالا تو این دلیل دوم که بحث الفاظ رو فرمودین، لفظ هم محدود هم مرکب، ما موجود مافوق عقلی رو نمیتونیم با لفظ درک بکنیم، درسته؟ مشیت هم همینجوریه، نمیشه درکش کرد، چون اون یه قید داره میشه، یه قید داره میشه درک کرد، مشیت هست، بله میتونیم درک کنیم، مثل اینکه میگیم عقل هست، ولی ما حقیقت عقل رو اون وقت نمیتونیم درک کنیم که عقلی بشیم، یعنی بریم جبروت، اما اصل وجود چطور میتونیم بگه اصلش، اصل وجود عقل هست، اصل وجود خدا، مشیت، همه اینها رو با همین بله با برهان اثبات میکنیم. اما اگه بخوایم ما ظفر به کنهش پیدا کنیم، باید جبروتی بشیم تا جبروت، کنه جبروت، ملکوتی بشیم تا کنه ملکوت، مثالی بشیم تا کنه مثال، برزخی بشیم تا کنه برزخ، مشیتی بشیم تا کنه مشیت. اما اصل وجود چطور؟ بله همه اینا رو با برهان میتونیم، سلسله الالمعلول رو برهان میتونیم هر اثبات بکنیم. خب پس بنابراین تا اینجا این حرف اول باطل شد در برهان سوم، حرف اول که ان العلم نسبتون، معلوم شد که ان العلم تجرد اما حضوری و اما حصولی. بله بله این نافله حساب میشه یا نه؟ نه، نافله غیر از این، نافله غیر وقتی اگر قصد نافله بکنم میشه، قصد نافله بکنه نافله میشه، ولی خب اون نافلهش نیامده، نافلهش نیامده. حالا انسان اگه به یه کسی بدون هیچ مقدمه قبلی احساس میکنه که اگه بهش نزدیک بشه ضربه میخوره و هی دوست داره که ازش دوری کنه به خاطر که از شرش در امان باشه، این چجوریه؟ این حسی که در انسان حاصل میشه توجه بهش بد کرد، مثلا به یه کسی بی مقدمه قبلی میبینه احساس میکنه که نزدیک شدن بهش پاسش سود داره، محبت یا ترس از موجودات براش حاصل میشه و آدم هی هم میخواد توجه نکنه ولی احساس میکنه اون طرف داره با کارهای ضربه میزنه، این ما چی کار کرد؟ شما باید کار خودتون انجام بدید، کار خودتون، شما باید مشمول محافظت این بشید، برای محفوظ شدن از شرور استعاذه به الله، استعاذه به الله برای همین بعد از نماز صبح باید استعاذه کنید تا از تمام شرور محفوظ کنید. این بد میشه این هم گذشته، انسان خود بالاخره تو حرکت به سمت خدا که میخواد بره خدا داره امتحانش میکنه، چون این مثلا میگن یه شخصی برای انسان سنگ اندازی میکنه با حرفاش با این چیزا، میخواد ببین انسان متوجهش نشه. بله این هم هست دیگه، یعنی این ابتلاعات برای همین تکامله، ابتلاعات برای تکامل، ولی شما باید کاری بکنید که گرفتار نشه، گرفتار نشه، توجه به اون الغاءات اون نشه، توجه به الله شما رو بی‌نیاز میکنه، یعنی امتحان خوب پس میدید و قرب به الله هم پیدا میکنید. این سوره دو آیه آخر قرآن اگه قبل از اذان صبح بخونه اشکال داره؟ نه، قبل و بعدش فرق نمی کنه، منتها بخونه، یعنی بعد از رکعت نماز بخونه، بخونه، حالا پیش میخونه بعد میخونه. این که تو نماز شب خونده میشه هم کفایت میکنه؟ نه خوبه، بله اینجا بیشتر این به بابه اینه که انسان این پناه بردن به خدا رو همیشه گی تو یادش باشه، یعنی این ذکر لفظیه واسه اینه که استعاذه عملا اینجوری بشه، استعاذه به الله و دائما مستعد لحظه به لحظه این پناه رو بده، محبوب کنن از شرور باشه، شرور دائما داره میاد، در مقام امتحان هست، در مقام غیر امتحان هم هست، اصلا عالم طبیعت عالم شره، ولی خب شما باید خود دهش کن.
به اصطلاح تمرین بکنید برای اینکه مثلا در محضر خدا بودن رو به اصطلاح همیشه داشته باشید اینا، این در میره از دست آدم، یعنی خیلی مشکله. ولی راهی که مثلا بتونیم همیشه اینو داشته باشیم، گفتیم تو دو تا مطلب سخرا و کبراش این باید خودتون داشته، کس دیگه نمیاد بر شما درست کنه. آقا این مثلا بعضی از اصلا توجهمون به اون همون سخرا و کبرا هم قطع میشه، باید قطع نشه. کار منی، من میتونم توجه داشته باشم تو نداشته، کار من، کار من نیست که من برای شما درست کنم، کار خودت و برای خودت باید درست کنم. من بیام برای شما یک کاری درست کنم. باید متوجه باشی دائما توجه باشی در محضر خدا هستی، ربطی ربط در محضر مرتبط نداری، چون که از ربط خارج نمیشی، خدا یادت میره ربط، باید یادت نره که ربطی، این ربطی، ربط هم که در محضر الله هست. هر وقت یادت رفت فوری باید بگیر، کار من نیست، کار شما. من چیکار کنم برای شما؟ خودت باید چاره کنی برای خودت. این از یاد رفتن هم اینه ربط نیست؟ بله؟ این از یاد رفتن هم اینه ربط نیست؟ جهل که اینه ربط نیست، علم عدمه؟ جهل عدمه؟